هاروهیکو کرودا رئیس جدید بانک مرکزی ژاپن میزان بدهی های کشورش بیش از دویست درصد تولید ناخالص داخلی را در دراز مدت غیر قابل تحمل دانست. میزان بدهی های ژاپن سومین قدرت اقتصادی دنیا تا پایان سال 2013 معادل 245 درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد شده است. متاسفانه همان رای هایی که طی 15 سال پیش داشتیم وجود دارد تنها تفاوت این است که این بار میزان برنامه های محرک اقتصادی دو برابر شده اما در مورد تاثیر آنها برای تغییرات ساختاری در سیستم اقتصادی ژاپن تردید دارم به جز یک مورد بسیار خوب که تقویت بازار اوراق قرضه در کوتاه مدت و میان مدت است از سوی دیگر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش بینی می کند برنامه ها و تدابیر اتخاذ شده برای اقتصاد ژاپن موجب خواهد شد اقتصاد این کشور در سه ماه اول سال جاری سه و دو دهم درصد رشد داشته باشد.